سلام دوستان، حالتون چطوره؟ ما امروز برگشتیم با یک ویدیو دیگه در خدمتون هستیم. امروز قراره در مورد تخم پوچ یا همون بدون نطفه صحبتی داشته باشیم و بگیم که چه عواملی باعث تخم پوچ میشه. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم، حتما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی برای حمایت از ما حتما سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش هم بزن که به محض انتشار ویدیو جدید سریعا باخبر بشی و بیای ویدیو رو تماشا کنی. پس دیگه شما رو منتظر نمیذارم. لایک یادتون نره، کامنت بذار که حسابتون نپره. بریم ادامه ویدیو هم ببینیم. خب دوستان عزیز من، عواملی رو که دخیل هستن در تخم پوچ بدون نطفه اینها رو نام میبرم و اگر نیاز به توضیح بود خدمتون توضیح میدم. اولین موردی رو که میخوام نام ببرم دمای محیطی نامناسب هستش که معمولا یا محیط خیلی سرد میشه یا محیط خیلی گرم میشه، کلن دما نامیزون هستش. ببینید هر پرندهی یک دمای مناسب میخواد برای فصل جوجه کشی یا همون تکثیرش، که من بارها در مورد دمای مناسب عروس هلندی و قناری توضیحات دادم و این دماها رو گفتم که من بالا لینک هاشو میذارم که به اونها مراجعه بکنید و اون ویدیو رو کامل ببینید. مورد بعدی عفونت ها و انگل ها هستن، همچنین عفونت های دستگاه تناسلی و در واقع اختلالات دستگاه تناسل، اینها همشون دخیل هستن. حتی ماده هایی که ببینید، بذار در مورد تخم پوچ من یک چیزی بهتون بگم. معمولا بعضی دوستان میگن که این تخم پوچ فقط علتش جنس نر هستش، ولی نه، جنس ماده هم دخیل هستش، به دلیل اینکه ممکنه جنس ماده دچار عفونت تختان و رحم شده باشه و اختلال داشته باشه، این موردی که گفتم، و باعث بشه که نتیجه نبینن و تخم پوچ بذارن. پس این مورد رو حتما مد نظر بگیرید. برای این مشکلات ما همیشه قبل از اینکه جفت بزنیم میایم چیکار میکنیم؟ دوره پاکسازی و انگل زدایی میدیم، که خیلی دوستان فکر میکنن نظافته. من قبلا در مورد پاکسازی و انگل زدایی صحبت کردم، منتها چون قبل چی میگن جفت بود و اون موقع ما داخل یوتیوب نیومده بودیم، داخل یوتیوب این ویدیوش موجود نیست، ولی داخل اینستاگراممون پیجش این مورد پاکسازی موجود هستش، میتونید اونجا مراجعه بکنید و ببینید. من در واقع اینجا آیدی پیج اینستاگرامو میذارم اگه خواستید اونجا مراجعه بکنید. پس یک دوره پاکسازی میدیم، البته این پاکسازی رو من انشالله در آینده اینجا هم میذارم که دیگه قشنگ در دسترس داشته باشید. پس یک دوره پاکسازی میدادیم، بعد از اون ما یک ماه ببینید ما دوره همون آماده سازی رو داشتیم، یعنی میمدیم تقویت میکردیم روی اصول که برنامهش موجود داخل همین کانال یوتیوبمون که من لینکشو بالا میذارم، هم برای عروس موجوده هم برای قناری، اونو انجام میدادیم و بعدن میومدیم این جفتامونو در واقع جفت میکردیم، یعنی قبل از اون کلن جدا بودن و این باعث میشد که پرندامون در واقع دچار چنین عفونت هایی نشن و پیشگیری بشه و سالم وارد فصل جفت بشن. پس دوستانی که مرحله پاکسازی و انگل زدایی رو انجام ندادن، ممکنه یکی از علت هایی که جفتاشون تخم پوچ میذاره همین مورد باشه، به خاطر عفونت ها و انگل هایی که خدمتون توضیح دادم. مورد بعدی که میخوام نام ببرم پیر بودن جفتا هستش. ببینید جفت هایی که پیر هستن ممکنه توان جنسیشون خیلی پایین اومده باشه و همین باعث بشه که پرندتون تخم پوچ بذاره. و مورد بعدیش که میخوام نام ببرم و مرتبط هست، همینجور جفت هایی که جوون هستن و برای اولین بار هستش که پای جفت میرن، اونها به دلیل اینکه ممکنه آمیزششون صحیح نباشه، جفتگیریشون صحیح نباشه و بلد نیستن اون اوایل، امکان داره که تخم پوچ بذارن. پس این مورد هم در واقع هستش و طبیعی هستش و در مرحله بعدی اینها جبران میشه و جای نگرانی نداره برای جفتای جوان.
مورد بعدی که میخوام نام ببرم و خیلی خیلی تاثیرگذار هستش، خیلی دوستان هم رو همین مورد ضعف دارن و بیشترین علت هم میتونه همین مورد باشه، رژیم غذایی نادرست هستش. ببینید زمانی که ما میخوام پرنده ها رو آماده بکنیم قبل از اینکه جفت بزنیم، ما یک ماه برنامه داریم، روی اصول پیش میریم، اون ویتامین هایی که نیاز هستش که پرنده در زمان جفت و جوجه کشی داشته باشه، اون ویتامین ها رو به بدن پرنده میرسونیم و بعد از اون یک ماه رو اون تغذیه که دادیم رو اصول پیش رفتیم، بعد میایم جفت میکنیم، که خیلی دوستان این کار رو انجام نمیدن، فقط عجله دارن، عجله میکنن، سریع میزنن پای جفت و هیچ نتیجه هم نمیبینن. بنابراین این تغذیه اصولی یا همون برنامه آماده سازی که ما برنامه‌شو گذاشتیم، هم برای قناری ها هم برای عروسالندی ها گذاشتیم، من لینکاشو بالا میذارم، حتما اونها رو انجام بدید. و اگه اون این یک ماه رو انجام دادید ولی باز هم به نتیجه نرسیدید، مورد بعدی که میخواد شک بکنید همون عفونت های داخلی هستش که به دلیل عدم پاکسازی این مشکل پیش اومده. مورد بعدی که میخوام نام ببرم، بالغ نبودن جفتا یا بالغ نبودن یکیشون، جنس نر یا ماده، اینها خیلی مهم هستن. خیلی از دوستان زودتر از موعود میان چنین پرنده هایی رو جفت میکنن و معمولا نتیجه هم نمیبینن، پس این مورد رو حتما در نظر بگیرید. و اینکه بلوغ پرنده ها به در واقع نگهداری و حتی شرایط تغذیه هم خیلی خیلی مرتبط هستش. هرچی تغذیه خوب باشه، نگهداری خوب باشه، پرنده ها یکم زودتر به بلوغ جنسی میرسن. در مورد عروس هلندی بهتون بگم که من عروس هلندی 10 ماهه آلبینو هم جفت زدم که کاملا به بلوغ جنسی رسیده بودن. حالا بعضی دوستان هستن جنس در واقع نژاد آلبینوشون حتی 1.5 سال زمان میبره که به اون بلوغ جنسی برسن. پس تغذیه نگهداری هم خیلی شرطه. معمولا پیشنهاد من اینه که 1 سال حداقل صبر داشته باشید و بعد بیاید جفت بکنید عروس هلندی رو. برای قنداری ها هم 9 ماه بذار بشه، تکمیل بشه و بعد بیا جفت بکنید. مورد بعدی که میخوام نام ببرم، بهداشت و نظافت کثیف هستش، که خیلی دوستان میبینیم اصلا سینی همون کفیشون افتضاحه، مخصوصا اونایی که قنداری هستن از این قفسای بازاری دارن، چون این سینی در دسترس هستش برای با پای قنداری، سینی کثیفه، حتی یک کاغذ کاهی نذاشتن. چی بگم بهتون؟ اینجور چیزها باعث میشه که پرنده ها دچار انواع عفونت ها بشن، دچار انواع قارچ ها بشن و سری پرنده اون سیستم دفاعی بدنش ضعیف بشه و خیلی مشکلات رو به وجود بیاره، که یکی از این مشکلات هم باعث ناباروری میشه. مورد بعدی چربی زیاد و چاق بودن پرنده هستش، که معمولا یه سطح چربیه تا سمت مقعد و آلت تناسلی رو پوشش میده و همین هم باعث میشه که پرنده جفتا تخم پوچ بذارن و نتیجه‌ای نبینن. مورد بعدی استرس هستش. ببینید محیطی که پرتردد باشه، شلوغ باشه، رفت آمد زیاد باشه، صداهای عجیب غریب، صداهای انفجار، هر چیزی که پرنده رو بترسونه، دچار استرس بشه، همین باعث میشه که پرنده اختلالات جنسی براشون به وجود بیاد و تخم پوچ بذارن. این مورد رو حتما در نظر بگیرید، محیط آروم، کم تردد، سرک کشیدن ها خیلی کم باشه. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنیم، وجود پرهای خیلی زیاد در ناحیه دستگاه تناسلی پرنده هستش، که معمولا توی قناری ها نژادهای پرپر مثل گلاستر که عکسش میذارم و نژاد کرست که باز هم عکسش میذارم، اینها نژادهای پرپری هستن. پرورشنده میان اون قسمت رو با قیچی یک مقداری کوتاه میکنن که این آمیزشه سریعتر انجام بشه، انتقال اسپرم راحت‌تر باشه، که در واقع این تخم پوچه خیلی درصد احتمالش کم بشه. بنابراین توی سایر پرنده‌ها زیاد از این کارها نمیشه و معمولا هم نیاز نمیشه، ولی اگر دیدید به عنوان مثال عروس هلندی اون ناحیه خیلی پر زده، پرهای در واقع نرم اون قسمت رو خیلی خیلی پوشش داده، میتونید اون قسمت رو در واقع پرنده رو دست بگیرید، اون با دست
برای عروس هلندی راحت در میاد و اصلا دردش هم نمیاد، خیلی نرمه، یعنی اینجوری بکنه در میاد راحت، چیز خاصی نداره، یه چند تا بچینید کفایت میکنه، ولی معمولا میگم نیاز نمیشه به این کار. خب دوستان عزیز، به انتهای این ویدیو رسیدیم. دمتون گرم که تا این لحظه با من همراه بودید. و اینکه اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی همین حالا سابسکرایب بکن و زنگوله کنارشم بزن. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک بکن و اگه سوالی چیزی هم دارید کامنت بکن. خیلی خیلی متشکریم، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.